اگر میخواین در فصل خزان یا پاییز پیاز بکارین و فورا سبزی داشته باشین، در جریان زمستان از سبزی پیاز استفاده کنین و اول بهار همیشه پیاز داشته باشین، یعنی از کاشت تا وقت آمدن بهار پیاز داشته باشین و راحت از استفاده کنین در آشپزی خود به عنوان سبزی. ویدیو رو دقیق گوش کنین که چه قسم کاشت میشه، چگونه ما و شما امی سرمای زمستان را دور بزنیم و در مغز زمستان، در داخل زمستان ما سبزی داشته باشیم بدون کدام گلخانه، بدون کدام مصرف و جنجال. این ویدیو رو دقیق ببینیم. سلام دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش اومدین به کانال باغبان آزاد. دوستای خوب من، در این کانال ما در کل کاشت و برداشت و پرورش و روش های باغداری و کشاورزی و زراعتی را ما تدریس میکنیم، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی. اگر علاقمند بخش کشاورزی و باغداری هستی، در قدم اول یادت نره و حتما کانال را سابسکرایب کنین تا اینکه ویدیوها و آموزش ها را حتما همراه شما ما به اشتراک بگذاریم. خب دوستای خوب من، در رابطه با کاشت پیاز که ما شما در جریان فصل خزان یا فصل پاییز پیاز بیکاریم، سرمای زمستان هم پیش رو هست، چیکار کنیم؟ دو روش کاشت وجود داره، یکی روش کاشت مرکب هست، یکی ساده هست. اول میریم روی کاشت ساده تمرکز میکنیم که چه قسم میتونیم که روش کاشت ساده رو انجام بدیم. کاشت ساده او هست که به تنهایی خودی پیاز رو میکاری و دیگه در داخلش هیچ چیزی نیست و شما این رو میتونین به دو هدف بکارین. یکی هدف در فصل آخر خزان از استفاده کنین، آخر فصل پاییز استفاده کنین، یکی در جریان زمستان و اول بهار از استفاده کنین. برمیگرده به هدف خودتون که از این چی وقت میخواین سبزی بگیرین. اگر بخواین یک مقدار زودتر به حاصل دهی بیایه، هدف کلی ما و شما دوستای عزیز ایره به ذهن خود بگیرین که ما و شما میخواییم سبزی پیاز تولید کنیم، یعنی از برگش استفاده کنیم و حتی از قسمت پایینش. خود پیاز که خیلی بزرگ میشه، او رویش کارش فرق میکنه. هدف ما شما این است که نش پیاز تولید کنیم که بتونیم از قسمت پایینش که چوچه خرد میشه از او استفاده کنیم و همچنان از برگش. پس اگر بخوایم در فصل خزان استفاده کنیم، خیلی زود به حاصل دهی بیاید، باید یک مقدار وقت تر بکاریم. همین وقتی که شما فعلا ویدیو رو میبینین، همین حال باید بکارین، تخم پیاز رو بکارین در زمین و ای تا آخر فصل پاییز و خزان کاملا برداشت میشه و شما کودش را باید منظم بتین، آبش را باید منظم بتین و همچنان خاکش هم دقیق باید اصلاح کنین که هیچ نگرانی وجود نداره. شما میتونین بیکارین و از سبزی ازی استفاده کنین تا فصل رسیدن فصل سرما میتونین بهترین برداشت داشته باشین. البته برای دوستایی که در مناطق معتدل و گرم زندگی میکنن، کسایی که در مناطق سرد هست ممکن به مشکل بر بخوره در قسمت آخرا. و یک هدف دیگه ای است که ما در جریان زمستان و همچنین اول بهار باید سبزی پیاز داشته باشیم. این فرق میکنه. شما ایره میکارین، برش آب میتین بسیار آهسته و پیش از کاشت فقط کود دی ای پی یا کود دای امونیوم فاسفید یا دوستای ما کود سیا میگیم در افغانستان یا در کل دی ای پی هست، در زمین میرم میکس میکنین، در داخل زمین باشه و بعد تخم رو میکارین، آب میتین، خلاص میمانین امو رقم و ای آهسته آهسته سبز میکنه. و پیش از سبز شدن شما باید ملچ استفاده کنین. ملچ چی هست؟ مثلا کاه هست. بهتر از کاه استفاده کنین. کاه را روی زمین فرش میکنین، ای آهسته آهسته است، خیلی زیاد نه، به اندازه مثلا یکی دو سانت و ای بالا میایه، بالا میایه و امی رقم هوا سرد میشه، آخر فصل پاییز میشه و امی رقم میمونه، برف و باران میایه و ای گیاهانی هرزیش نکشین. هر گیاهی که میرویه بند باشه، به خاطری که اینا با هم یک جا میشه، همدیگر را گرم میسازه، در کنار همدیگر از سرما و یخی های زمستان محفوظ میمونه و در جریان زمستان هم اگر خواستین از استفاده کنین هم میتونین که در بیارین. البته اندازش خورد هست. البته اول بهار، اما ماه اول بهار وقتی که گیاهان طبیعی در رشد شروع میکنه، این بسیار قوی و پرقدرت رشد میکنه و خیلی سریع آماده میشه و برای شما سبزی تولید میکنه و همچنان قسمت پایینش هم بزرگ میشه و فورا شما میتونین بکشین و پیش از همه سبزی داشته باشین. این بدون کدام مصرف، بدون کدام گلخانه، بدون هیچ چیزی، فقط شما تخم در زمین پاش میتین، یک مقدار لایه نازک سرش کاه پاش میتین و میمونین هر گیاهی برآمد، خودش برآمد، هر چیزی در کنارش برآمد، بون رشد کنه و شما دیگه کار ندارین. امو رقم به صورت طبیعی این رشد میکنه و اول بهار شما سبزی دارین.
خب این بود از روش کاشت ساده که به دو هدف بود و روش کاشت مرکب ازی کرده راحت تر هست. شما فقط تخم را تیپ میکنین، دیگه کار نمیکنین، خلاص. این مخصوص کسایی هستن که گندم میکارن یا مثلا گیاهی را در فصل خزان میکارن تا اینکه در زمستان یک مرحله را بگذرانه و در بهار رشد کنه و آخر بهار یا در وسط بهار محصولش را جمع آوری کنه. شما اگر کچالو یا سبز زمینی میکارین فصل پاییز یا هر نبات دیگه، مخصوصا برای گندم کارا من میگم، کسایی که گندم میکارن خیلی نتیجه خوب میدن. وقتی که شما تخم گندم رو در فصل پاییز در زمین پاش میتین، همراهش تخم پیاز رو هم پاش میتین. این چی کار میکنه؟ همراه گندم یک جایی سبز میکنه، در زیر گندم اینا هست، موجود هست، اصلا اینا رو سرما و یخی ها نمیزنه و شما در وسط زمستان میتونین از این سبزی ها و برگ هاش بچینین استفاده کنین. در زیر برگ های گندم میتونین، یک مقدار البته وقت گیر هست، شما باید دانه دانه پیدا کنین و باید متوجه باشین در کجا کشت کردین که از او استفاده کنین. که این خوبیش ای است، در جریان زمستان شما استفاده میتونین، اولی بهار وقت گندم رشد میکنه، سرسبز میشه، بسیار پرقدرت رشد میکنه و شما میتونین از اون استفاده کنین. ما این همیشه گندم در قریه و قصبات کاشت کردیم، در زمین خود از این استفاده کردیم. ما نه تنها در پیاز بلکه در گشنیز، در همچنان مثلا جعفری، ریحان، انواع مختلف، حتی گندنه یا گفتم میتونیم تره، از اینا ما استفاده کردیم. یعنی هر نوع سبزی که شما دوست دارین همراه تخم گندم پاش بتین در زمین، فصل زمستان و بهار شما را بدون سبزی نمیمانه. این یک راز هست و ما استفاده کردیم و به یاد ما آمد که حتما همراه شما این را به اشتراک بگذاریم. در داخل گندم خیلی نتیجه خوب میده، چون گندم خودش جوانه میزنه و در فصل زمستان همون محیط خود را گرم نگهداری میکنه و این هم اصلا نیازی به کود، آبیاری و خاکدهی هیچ چیزی نداره. شما هر چیزی که گندم نیاز داره برش میتین. گندم بعضی دوستا در اول فصل کاشت پیش از اینکه میکارن کود سیا یا دی پی استفاده میکنن، بعضی استفاده نمیکنن، بعضی زود آب میتن، بعضی دیرتر آب میتن، یعنی تمام نظر به نیازمندی های گندم این عیار میشه و برای شما سبزی تولید میشه. خب حالا شما حتما در ذهن شما سوال هست که آیا ما میتونیم از خود پیاز استفاده کنیم یا نه. شما البته پیازهایی که بسیار کلان هست که ایره خودتان میتونین همین موقع بیکارین و بعد از 10 روز و 15 روز بعد، شما قسمی که ویدیو هم ما ساخته بودم، میتونین از اون جمع آوری کنین و سبزی استفاده کنین. ولی اگر یک وقتی میشه شما در بازار میبینین یا خودتان سبزی ها و همین خود پیاز بسیار اندازش خورد هست و این اوصلی شما رو خراب میکنه تا همه رو پست کنین و استفاده کنین، اینا رو هم شما میتونین در داخل زمین، در داخل مزرعه گندم خود پاش بتین بیکارین و همراه خاک یکجا شوه. این هم آیسته آیسته در جدول فصل زمستان رشد میکنه و در داخل زمستان این برگ های بسیار نرم و نازک تولید میشه و برگ ها رو شما میتونین بچینین و به عنوان سبزی استفاده کنین و حتی ایره میتونین مستقل در زمین بکارین و خودش آیسته آیسته رشد کنه. البته نوکاش قطع نمیکنین، وقتی نوکش قطع میکنین شما او رو مجبور میکنین که فورا رشد کنه. نوکش که قطع نشود سرش ای آیسته آیسته با طبیعت خود رشد میکنه که او با طبیعت خود که رشد میکنه آیسته آیسته در جریان زمستان و ما شما سبزی تولید میکنه، در اول فصل بهار و ما شما سبزی تولید میکنه. خب دوستای عزیز، یک معلومات عمومی در مورد داشتن سبزی در زمستان و همچنان اول فصل بهار بود که شما میتونید با پیاز و همچنان با انواع مختلف تخم سبزیجات میتونید در این فصل سبزی داشته باشین که بهترین زمان بود که من امروز شما اشاره کردم. حالا هم تصمیم دست خودتان هست که ایره تجربه میکنین، امتحان میکنین یا نه، و دوستایی که خواستن تجربه کردن حتما در نتیجه کار خود همراه ما نتیجه خود را شریک بسازیم تا اینکه دوستای دیگه هم از نتیجه شما پند بگیرن، یاد بگیرن و برای سالهای آینده هم دهقان خوب ما که دستش پر از درز و چگ و زحمت هست در جریان فصل زمستان بدون کدام مصرف و هزینه و گلخانه سبزی داشته باشه. وقتی شما سبزی داشته باشین تمام مواد غذایی مخصوصا مینرال ها و ویتامین ها در بدن شما جذب میشه، قوی میشه، نیاز به دکتر ندارین. پس ما صحتمندی شما را میخواییم و همیشه شاد و صحتمند باشین. ویدیوی ما را هم حتما لایک کنین تا اینکه باغداره بیشتر این ویدیو را ببینن و سابسکرایب هم بکنین تا اینکه ویدیوهای جدید همراه شما به اشتراک داشته شود. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.